قسمت 26. خانواده سلطانی هنوز برای رفت و آمد در شهر از درشکی استفاده می کردند و صمد با وجود ثروت سرشار تمایلی به خرید اتومبیل نشان نمی داد و زمانی که برای سرکشی املاک به دهات می رفت با اسب به تاخت و تاز در جاده می پرداخت. آنها با همان سرعتی که به تهران رفته بودند بازگشتند. این بار حاجیونس هم با اتومبیل آخرین مدل به همراه سایر اعضای خانواده با آنها هم سفر بود. لحظه وداع رسید. وداع با بقایای به جا مانده از شمع نیم سوخته درون شمعدان. مارال طاقت نگاه کردن به جسم بیجان خواهرش را نداشت و ترجیح می داد برای همیشه خاطره چهره شاداب و سرزنده ای را که هنوز طوفان سهمگین زندگی شاخ و برگهایش را نریخته بود در ذهن داشته باشد. ای کاش خاطره های او هم با خودش می مردند تا یادآوری آن توأم با افسوس نبود. مصیبت مرگ جیران قلب مارال را از احساسات و عواطف عشق به یاشار خالی ساخته بود. دیگر خروشان خشم حاج صمد نیز فرو نشست و کلمات ناگفته در درون آن غرق شد. گریه او برخلاف خشمش آرام و بی صدا بود. قطرات اشک را قبل از اینکه از دیدگان فرو بریزد با نوک انگشت می کشت و برای پنهان کردن آن از چشم اطرافیان سر به پایین می انداخت. دلش نمی خواست هیچ کس او را ضعیف و زبون بپندارد. با وجود این قلب مچاله شده در کاسه پرخون دل، وجود او را تکیده و چهرهش را ماتم زده ساخته بود. و با یک نگاه می شد تفاوت مردی را که محکم و استوار بر روی اسب به تاخت و تاز می پرداخت با مردی که زانوانش از شدت تأثر قدرت نگه داشتن وزن بدن را به روی پاها نداشت تشخیص داد. با وجود اینکه یک دخترش مرده بود آرزو می کرد ای کاش آن دیگری نیز می مرد. ماه منیر دیگر به فکر عزت نفس و غرور خانوادگی نبود و در لحظه وداع با جسد بیجان جیران برای طولانی کردن آخرین نگاه و لمس دستان سرد او در میان شیون و زاری‌ها خطوط چهره معصومانه‌اش را در خاطر نقش می‌زد و تن به جدایی از وی نمی‌داد. ذرات شمع آب شده درون شمعدان هیچ نشانی از شمع شب افروزی که می شناخت نداشت. صف منظم خانواده امیر تومان دقیقاً به همان تعدادی که در روز خواستگاری حضور داشتند صف منظمی بود برای دلجویی از غزال. دیگر سیلاب اشک چشم ستار هم برای آبیاری بذر عشقی که در خشکسالی سوخته بود کافی به نظر نمی رسید. یاشار در مراسم خاکسپاری در سیل جمعیت خود را از دید دیگران پنهان ساخته بود و برای اینکه مبادا اندوه مرگ خواهر گرمی محبت مارال را سرد کند از هر فرصتی برای یادآوری وجود خود به او استفاده می کرد. موقعی که ازدحام جمعیت به دور خانواده ماتم زده سلطانی افزایش یافت خود را به کنار مارال رساند و آهسته در گوشش نجوا کرد و گفت منو در غمت شریک بدون. میدونم این دردی نیست که انتظار صبوری داشت، ولی آخه چرا اینطور ضعیف و لاغر شدی؟ چی به روز خودت آوردی؟ مارال هراسان به اطراف نگاهی انداخت و وقتی اطمینان پیدا کرد که هیچ کسی توجهی به آنها ندارد زیر لب گفت از اینجا برو قبل اینکه خودتو منو به کشتن بدی، تنهام بذار. یاشار بی توجه به خواسته او مقاومت کرد و گفت با وجود اینکه پدرم لعن و نفرینم کرده که دست از سرت بردارم نمیتونم دور از تو آروم بگیرم.
مارال گفت بدون من آروم نمیگیری، اما با من چی؟ تو آرامش زندگی رو از من گرفتی، وادارم کردی در مقابل پدرم سرکشی و نافرمانی کنم. تو این لحظه که میدونم تا چه حد نیاز به دلجویی و غمخواری من داره، جرأت ندارم در روی روی با این مصیبت بزرگ تحمل غم و اندوه مشترکمون رو برای هر دو آسون بسازم. این تویی که بین ما فاصله انداختی، پس برو دیگه نیا. کاش میتونستم سر خودم رو روی سینه پدرم بذارم، از ته قلب و با تمام وجود فریاد بزنم آقا جون منو ببخش، بازم مثل گذشته نسبت به من مهربون باش. اما مارال به خوبی میدانست تا زمانی که پدر اطمینان پیدا نکند که دیگر آن سودای خام را بر سر ندارد، حاضر به بخشیدن او نخواهد بود. و چون خود نیز بر این گمان بود که نمیتواند خواسته پدر را برآورده کند، قدمی برای آشتی بر نداشت. صدای فریاد مادر او را به کنار گور سرد جیران که تازه به رویش خاک ریخته بودند کشاند. زندگی قصه کودکانه ای نیست که همیشه پایان خوش داشته باشد، و شاید هم نوزادان از نافرجامیان آگاهند که ورود به دنیا را با گریه آغاز می کنند. روزهای زندگی با همه درجا زدن به روی عقربه های زمان و با همه سختی در حال گذر بود. خاک قلب صمد را نسبت به محبتی که به جیران داشت سرد نکرد و مهر او را با همه خاطره ها در قلبش به جای گذاشت. در عوض با سودایی که مارال داشت، آب محبت خود را از حوض قلب پدرش خالی کرد و او را نسبت به بود و نبود دختری که یک زمان سوگلی او به شمار می رفت بی تفاوت ساخت. امیر تومان و زرین تاج به بهانه تسلی خانواده سلطانی به رفت آمدهایشان به آن خانه ادامه می دادند. مارال تب و تاب دل را با ریسمان رنج و ماتم مرگ خواهر بسته بود. با وجود اینکه از مشاهده خطوط اندوهی که بر چهره پدر چین می‌افکند قلباً ناراحت بود، اما جرأت قدم برداشتن به سوی او را نداشت و تلاشی برای شکستن مهر سکوتی که حاج صمد در رویارویی با او بر لب داشت نمی‌کرد. نه باران اشکا رد پایی را که جیران از خود در آن خانه به جای گذاشته بود می شست و نه گذشت زمان با خطوطی که به روی قلبشان می کشید قادر به خط زدن خاطره ها بود. برف های زمستان آب شدند، تخته های چوبی از روی حوض ها به کنار رفتند و فواره ها آب زلالشان را لبریز ساختند. عطر گل اطلسی که فضای خانه را پر کرده بود با سماجت می‌کوشید تا آمدن بهار را به ساکنین آن خانه یادآوری کند، اما یخ زمستان دلشان خیال آب شدن را نداشت. سفره غذا که پهن می‌شد بی صدا به دور آن می‌نشستند. حاج صمد در سکوت بی آنکه کلامی بر زبان بیاورد دستهایش را با آفتابه و لگنی که قیبلی برایش آورده بود می شست و کار اشک چشم را با آبی که به صورت می زد از چشم سایر افراد خانواده پنهان می ساخت. ماه منیر لقمه هایی را که به دهان می گذاشت به همراه بغض گلو فرو می داد. مارال در آرزوی بوسه زدن بر پاهای پدر در طلب بخشش می سوخت، ولی ناله احساسش از لابلای زنجیری که به دور قلب پیچیده بود مانع این اقدام می شد. دومین ماه بهار بود که درد زایمان هوریه مادام هاسمیک را به خانه آنها کشاند. انتظار تولد اولین نوه خانواده یخهای زمستان دلشان را آب کرد. نوزاد طغرل با انگشتان ظریف و کوچک به نبش قبر گور شادکامی ها که به همراه جیران که در زیر خاک مدفون شده بودند پرداخت.
و شادی های نیمه جان را که زنده به گور شده بودند بیرون کشید و از لبخندهایش واکسنی برای تزریق به افراد آن خانواده ساخت. ماه طلعت که به دنبال بهانه‌ای برای بیرون آوردن لباس عزا از تن خواهر و خواهرزاده‌هایش می‌گشت، از پارچه تیره رنگ چهار دست لباس به رگ‌های مختلف دوخت و با یک جعبه شیرینی به دیدن ماه منیر رفت و گفت: منیر باجی، چون اومدم خواهشی ازت بکنم، فقط قول بده روم و زمین نندازی. باور کن شگون نداره، رنگ سیاه سیاهی میاره. تو لباس عزا رو از تنت بیرون بیار تا دخترها و عروست هم همین کارو بکنن. ماه منیر امتناع کرد و گفت: اصرار نکن طلعت باجی، وقتی دلم هنوز سیاهه چه لزومی داره لباس رنگی به تن کنم؟ ماه طلعت گفت: لباس رنگی که نه، سرمه ای یا قهوه ای، فقط مهم اینه که مشکی نپوشی تا بچه هات هم دل سیاه نمونن. خودت میدونی که پسر امیر تومانو زیاد منتظر گذاشتی، خواستگار مناسبیه، نباید به این سادگی از دستش بدی. ماه منیر درست مانند اینکه دشنام شنیده باشد خشمگین شد و گفت: حرف عروسی رو نزن که فریاد میکشم. ماه طلعت گفت: من که حرف عروسی رو نزدم، منظورم این بود که لاقل تکلیفشون رو روشن بکنی تا بدونن دختر مال اونهاست و سراغ دختر دیگه ای نرن. آخه شما هنوز جواب قطعی خواستگاریشون رو ندادین. ماه منیر گوشه چارقد را به چشم کشید و گفت: من دختر نازنینم و زیر خاک کردم، آخه چطور ممکنه از شادی حرف بزنم؟ ماه طلعت گفت: راستشو بخوای خانم امیر تومان وادارم کرده از طرف اونا از شما بخوام که اجازه بدین حلقه نامزدی دست غزال کنن تا خیالشون راحت بشه که دختر مال خودشونه. ماه منیر چشمها را به روی هم فشرد و گونه ها را از اشک تر کرد و سپس آهی کشید و گفت: اون دخترم از نامزدی چه خیری دید که این یکی ببینه؟ ماه طلعت گفت: به دلت بد نیار، انشالله این یکی عاقبت به خیر میشه. حالا دست منو رد نکن، این لباس قهوه‌ای رو که خودم برات دوختم بپوش تا بعد با هم به سراغ حوریه و دخترها بریم و اونا رو از عزا در بیاریم. ماه منیر گفت: خیلی خوب، به احترام تو من حوریه و دخترها رو از لباس عزا در میارم، اما خودم فقط تا حمام زایمون عروسم پیراهن قهوه‌ای میپوشم و بعد از اون باز هم همون لباس سیاه رو به تن میکنم. ماه طلعت گفت: پس لاقل تکلیف غزال رو روشن کن. ماه منیر گفت: اگه صمد راضی باشه منم حرفی ندارم، بدون هیچ جشن و مهمانی حلقه دستشون میکنی. وقتی هم که نشونش کردن دختر مال اونها. ماه طلعت فکری کرد و سپس با حالت تردیدآمیزی گفت: راستی یه پیغام دیگه هم برات دارم. ماه منیر گفت: چه خبر شده؟ همه برام پیغام فرستادن. ماه طلعت گفت: این یکی دیگه از طرف جاری خودته، مادر حوریه، میخواد براش جشن حمام زایمان بگیره. ماه منیر چنگ به صورت زد و گفت: وای خدا مرگم بده باجی، آخه چطور ممکنه؟ ماه طلعت گفت: نمیخواد مطرب خبر کنه، فقط یه مهمانی شامه، حتی اگه راضی باشه چه بهتری که محمود خانم حلقه نامزدی و دست غزال بکنه. ماه منیر گفت: چه توقع از من داری؟ خاک گور عزیز کردم هنوز خشک نشده، مردم چی میگن؟ ماه طلعت گفت: مردم غلط میکنن حرف بزنن، ما که نمیخوایم دایره دنبک بزنیم و رقاص خبر کنیم. بعد زمونه ای شده باجی، دختراتو هر چه زودتر شوهر بدی بهتره. از نیشی که در این کلام بود احساس کرد که ماه طلعت از ماجرای مارال با خبر است. برای اینکه مبادا دهان بگشاید و آن را به زبان بیاورد سخن کوتاه کرد و گفت: باشه، با حاجی مشورت کنم ببینم چی میگه.
امید به دیدار مارال روزهای جمعه یا شار را به دکان پدر می کشند. روزهای کسل کننده اشتغال به کاری که علاقه ای به آن نداشت. لحظاتی که بی ثمر و بدون رسیدن به هدف می گذشت. روز به روز بر عصبانیت و بیقراری وی می افزود. گرچه مارال هم به خوبی می دانست که اگر به آنجا برود او را خواهد دید، اما سیل رنج و اندوه این فراق طاقت فرسا را تحمل می کرد و ناخواسته به دیدار محبوب خود نمی رفت. حاج صمد خیلی زود تسلیم نظر آنها شد. بعد از ماجرای مارال او هم بر این عقیده بود که بهتر از هر چه زودتر تکلیف غزال را روشن کنند. حتی از خدا می‌خواست که می‌توانست تکلیف آن دختر بی‌چشم و رو را هم روشن کند و او را به آیدین یا هر مرد دیگری به غیر از پسر قفور شوهر بدهد. ماه منیر با عینک احساس تصویری را که از کودکی دختر ناکام خود در ذهن داشت در چهره نوه‌اش منعکس می‌دید و بی آنکه در اصل هنوز شباهتی نمایان باشد اصرار در اثبات این شباهت داشت و طغرل را وادار کرد تا نوزاد را جیران بنامد.